سلام خانم امینی، جانم سلام. حالتون چطوره؟ الان حالم خیلی بده، خیلی خیلی. میدونم میفهمم. الان تو اتاق دخترم بودم. اتاقش چه حسی بهتون میده؟ حس آرامش بهتون میده؟ چی بگم، همش خاطر است. ببخشید میتونم راست برم. دوشنبه 25 مهر ماه، یک ماه است که پاره تنش جان باخته. در بازداشت گشت ارشاد حکومت ایران جان باخته. نامش مهسا امینی بود. ما یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم، کلی شادی خوشحالی. بابا من عکسشو بذارم. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری خواهرمو نبرید، ما غریبه این اینجا، غریبی اینجا. چرا مگه چیکار کرده؟ چرا پسرم رو می‌زنم؟ با زور بردنش نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا، شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده. پسرمو زدن، گفتن تو نباید بیای. مهسا را تصور می کند که او را با زور بردند، در برابر چشم برادرش که می گفت ما اینجا غریبیم. لابد صداهایی در سرش در هم می آمیزد. تصور می کند و رنج می کشد. بی سیم را تصور می کند، ماموران گشت ارشاد را، دستگیری را، بردن با زور را. مهسا آن سه شنبه 22 شهریور به ساختمان وزرا منتقل شد. ساعت 6 عصر بود. به کیارش برادرش که فریاد می زد گفتند به کلاس توجیهی می رود و این آخرین باری بود که خواهر و برادر یکدیگر را دیدند. حجابش از نگاه ماموران کافی نبود، باید توجیه می شد. به قرآن قسم یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشاد بوده، اینقدر بلند بوده زمین رو جارو میکرده. این مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود، روسری 3 متری بزرگ بدون آرایش. دخترش را به زبان کردی صدا میکند، میگوید ژینا. به قرآن قسم هیچ وقت حتی تو شهر خودمون تنها بیرون نیومده، اینقدر پاک و معصومه. این یعنی اصلا نمیدونی چیه ژینا، هیچ مثلا خلافی هیچی نکرده، با لباس محجوب اومده بیرون. در فاصله چند ساعت بعد روشن نیست که به دختر 22 ساله خانواده امینی در بازداشت گشت ارشاد چه گذشته. شاهدان عینی میگویند هم در ماشین گشت ارشاد و هم در بازداشتگاه دیدند که ماموران مهسا را کتک میزنند، ضرب و جرح در وزرا، ضربه شدید به سر، آسیب دیدن جمجمه و مرگ مغزی. اینجا بیمارستان کسرای تهران. در فاصله 3 روز بعد مژگان خانم بالای سر دخترش در بیمارستان است. ژینا دوباره باید سر پا بشه، زنده بشه. یک روز بعد نه تکون میخوره، نه هوشیاری داره، دست خدا. روز بعد هیچ تغییری نکرده، هیچ اصلا هوشیاری صفره، هیچ تغییری نکرده اصلا. الان هم دارن دیالیزش میکنن کلی داشت. 25 شهریور ماه، جمعه.
سه روز پس از بازداشت در نزدیکی ایستگاه مترو حقانی در حالی که مهمان تهران بود روی تختش در بیمارستان کسرا تمام کرد. تمام شد. آیا تمام آن لحظه های سعادت، آیا تمام لحظه های سفر شمال و ساحل، آیا تمام خنده های توی عکس های یادگاری می دانستند که جمعه آن قلب جوان در تخت بیمارستان از حرکت باز خواهد ایستاد و بیمارستان کسرا و میدان آرژانتین و خیابان الوند و تهران و هر گوشه و کناری از ایران و جهان با صدای زجه های مژگان افتخاری مادر مهسا امینی 22 ساله، فقط 22 ساله، بر خود خواهد لرزید؟ آیا تمام آن لحظه های سعادت می دانستند؟ تمام آن لحظه های سعادت، آیا می دانستند که از این مسافران وقتی که به خانه برمی گردند یک نفر کم خواهد شد؟ امینی ساعت 8:22 روز سه‌شنبه با ایست قلبی تنفسی بدون علائم حیاتی و مرگ مغزی به بیمارستان منتقل شده. با احیا ضربان قلبش بازگشته و بعد از 48 ساعت روز جمعه دوباره ایست قلبی و مرگ. عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان منتشر شد و هزاران زخم خوناب چکان همزمان سرباز کرد. گوشش کبود بود. جمعیت بزرگی در برابر بیمارستان کسرا جمع شدند. اعتراض مردمی با بوق میدان آرژانتین بیمارستان کسرا. خونریزی گوش و خون مردگی زیر چشم، علائم شایع شکستگی قاعده جمجمه که زمانی رخ می دهد که ضربه ای به سر خورده باشد. در پزشکی قانونی قابل تشخیص است و علائم آن با سکته مغزی یا عارضه قلبی که ادعای نیروی انتظامی درباره مرگ مهسا امینی بود متفاوت است. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران با انتشار بیانیه مدعی شد خانومی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود، ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده دچار عارضه قلبی شده است. نام مهسا امینی هشتگ شد. اینطور که بعضی رسانه ها گزارش می دهند بیش از 300 میلیون بار تکرار و تکرار و تکرار شد. مهسا تازه در دانشگاه ارومیه پذیرفته شده بود و داشت آماده می شد که سال تحصیلی را با فرارسیدن پاییزی که هرگز آن را ندید آغاز کند. او به سرعت از دختر جوان خانواده ساده و خوشنام در شهر سقز به دختر جمعیت بزرگی از مردم ایران بدل شد. مرگ او در بازداشت ماموران نیروی انتظامی، نفرت عمومی را از گشت ارشاد، حجاب اجباری و حکومتی که بیش از 4 دهه است این همه را به جامعه تحمیل کرده تازه و تشدید کرد. با این حال مقامات جمهوری اسلامی هرگز از انکار خشونت فیزیکی شدیدی که شاهدان عینی و همراهان مهسا از اعمال آن در جریان بازداشت او خبر دادند باز نایستادند. این صدای احمد وحیدی است، وزیر کشور جمهوری اسلامی. به هیچ وجه ضرب و شتمی تا کنون از دستگاه های نظارت به ما گزارش نشده. ما چون روی مسئله حساس بودیم که ببینیم اتفاق افتاد هیچ
و اساسا وسیله‌ای هم برای ضرب و شتم و مفهوم نداره، یعنی نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. اونجا یه تعداد بانو هستن که این کار رو انجام میدن، یه تعداد از خانم‌های پرسنل رسمی فراجا انجام میدن. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. این خانم امینی در خیابان در روز روشن در معرض دید همه در حضور برادرش و دو تا از بستگان خودش، خانم‌های بستگان خودش، هدایت میشه به یه ماشین نیروی انتظامی. در اونجا غیر از خود ایشون و غیر از مأمورین و غیر از راننده 4-5 نفر دیگه هم از طیف خودشون بودن، یعنی باز در معرض و مرعا. از اونجا منتقل میشه به اون سالون، یعنی جای دیگه نمیره، مستقیما از اون ماشین ون منتقل میشه به اون سالون. در اون سالون خب شما دیگه اون قسمت رو همه فیلم ها دیدید. اشاره محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه ایران به گزارش تصویری تقطیع شده است که شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران نمایش داد. این گزارش. همونطور که میبینید خانم مهسا امینی هستن که وارد سالن، بر اساس این تصاویری که در اختیار ما قرار گرفتن، وارد سالن جلسه توجیهی که پلیس امنیت اخلاقی گذاشته میشن، روی این محل میشینن. حالا دقایقی بعد خانم امینی بر اساس این تصاویری که پلیس در اختیار ما قرار داده از محل خودشون بلند میشن و با کارشناسی که در این سالن حضور دارن صحبتی میکنن. حالا صدا نداره تصاویری که در اختیار ما قرار گرفته، صحبت میکنن و حالا توضیحاتی داده میشه دیگه، گفتگویی رد بعد میشه. اینجاست که خانم امینی حالشون بد میشه و به زمین میفته. خب دقایقی بعد هم کارشناسان اورژانس وارد محل میشن همونجور که میبینید و منتقل میشن به آمبولانس اینجا و آمبولانس هم به بیمارستان در میدان آرژانتین منتقل میشن. این تصاویر بوده که گفتند مهسا امینی خودش بیمار بوده، گفتند نوعی از دیابت داشته، گفتند در کودکی عمل جراحی هیپوفیز داشته و دارو مصرف میکرده، گفتند به متخصص اعصاب و روان مراجعه کرده بوده، گفتند هیچ ضرب و جرحی در کار نبوده. چه ساده چه به سادگی گفتند و ایشان را تا در خود باز نگریستند جز باد هیچ به کفن در نبود، جز باد و به جز خون خیشتن، چرا که نمیخواستند 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 که بمیرند. بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا. کسی پاسخ پرسش های سوزان مژگان خانم را ندارد. صالح نیکبخت وکیل پرونده و پیگیران است. از مسیری که طی شده میگوید تأکید کرده بودیم که ما بتونیم در بررسی پزشکی پرونده ایشون کارشناسان عالی رتبه ای رو معرفی بکنیم که اینها افرادی باشند اولا متخصصین برجسته جراحی مغز و اعصاب باشند و جراحی قلب و بیماری قلب باشند و نیز اینها کسانی باشند در حال حاضر نه در استخدام دولت باشند و نه در بخش خصوصی هم کار کرده باشند. از این جهت ما خودمون تعداد 10 نفر از برجسته‌ترین پزشکان رو آماده کرده بودیم که معرفی بکنیم، ولی به ایشون هم قول داده بود، گفته بود اگرچه ما پزشک قانونی فقط مرجع استعلام کارشناسی در پرونده های قتل و ضرب و جرح می باشد، ولی شما کارشناسان خودتون رو معرفی بکنید. به این دلیل ما با این امید که چون این چیزی خواهد بود منتظر بودیم که اونها زمان جلسه رو به ما اعلام بکنن. وعده‌ای که هرگز به آن عمل نشد. به خانواده و وکیل مهسا امینی فرصت داده نشد تا کارشناسان و پزشکان مستقل را برای بررسی پرونده مرگ او در پزشکی قانونی دعوت کنند. از پزشکی قانونی اومدن گفتن یک جلسه اینجا با حضور اساتید و غیره تشکیل شده و شما هم در جلسه حاضر بشین. علارغم اینکه این باب بین ما نبود و نباید ما در جلسه پزشکی قانونی که یک جلسه تخصصی است و باید متخصصین صحبت بکنند، حقوق‌خوان‌ها یا حقوق‌دان‌ها نمیتوانند این مفاهیم و ترم‌هایی که در اونجا رد و بدل بشه متوجه بشن، ما ضمن اعتراض خودمون موقع حضور این مسئله اشاره کردیم که چرا شما جلسه رو
به این صورت برگزار نکردیم. آقای شهریاری گفت که ما همچنان معتقدیم که شما نظرات کارشناسان خودتون رو اعلام بکنید یا حضور پیدا بکنید، ولی ناگهان متوجه شدیم 3-4 نفر پزشک که بعضیشون اصلا مال پزشک قانونی بودن و قبلا هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سخت سر به گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به سر ضربه باشه. اما خانواده مهسا بر سلامت و صحت دختر جوانشان تاکید می کنند. جینا در کمال صحت و سلامت بوده. سلامت سلامت. اونطوری که پدرشون می گفتن ایشون در سال 86 یک غده‌ای در بالای چشم راستش یا چپش این رو یادم نیست وجود داشته. می برن پیش آقای دکتر اسمشون یادم رفت به خط فرمودی و به ایشون نشون می ده. اون آقای دکتر فرموده بودن که این غده هیچ گونه خطری برای مهسا یا جینا نداره، ولی چون ممکن است این غده تأثیری داشته باشه بر بینایی چشم ایشون عملش کنیم بهتره. ایشون در سال 86 در بیمارستان میلاد تهران عمل میشه و از اون به بعد این غده هیچ گونه آثاری یا تأثیری بر زندگی شخصی ایشون و زندگی اجتماعی ایشون نداشته و مهسا دختری بوده ورزشکار، کوهنورد و همچنین به لحاظ فعالیت اجتماعی آدم مؤثری در خود جامعه. و پدر مهسای 22 ساله امجد امینی، کاک امجد، هیچ گونه سابقه مرضی نداشته و هیچ گونه مشکلی هم نداشته، سالم بوده. هفته پیشم شمال بودیم، از شمال رفتیم اونجا، اصلا هیچ گونه سابقه نداشته و مشکلی از این نظر نداشته. نخیر. گزارش پزشکی قانونی 21 روز پس از جان باختن مهسا امینی سرانجام منتشر شد. علت مرگ بیماری زمینه‌ای. بی هیچ اشاره‌ای یا توضیحی برای آن کبودی‌ها و خونمردگی‌ها که بر جان جوان مهسا امینی بود. خیلی‌ها گفتند یک قتل تمام عیار. مادرش هرچه خشم در گلو داشت فریاد زد فرشته ام را کشتند. اینجا آرامستان آیچی، شهر سقز، در احاطه ماموران امنیتی و نیروی انتظامی. راه‌ها به سوی سقز، شهر زادگاه و محل زندگی مهسا امینی بسته است. هر آجر و هر خشت این شهر، این محله کوچک فروتن، قد کشیدن و بزرگ شدن او را به خاطر دارد. پیکر جوان مهسا امینی بر دستان جمعیت بزرگی از مردم که آمدند به غم بستگی با کاک امجد و مژگان خانم تشییع می شود. آن دو دست سبز جوان به خاک سپرده می شود. بر سر مزار تازه‌اش همشهری های سوگوار شعر شیرکوبی کس می خوانند. خانواده اش به امید دادخواهی از عاملان بازداشت و مرگ دخترشان شکایت کردند. و داخل چی نظر سر ولارگم نمان سورو قرارگم دی برنی وهارگم دی برنی وهارگم. مهسا امینی به خاطر موهایی که هر زن ایرانی در بیش از 4 دهه گذشته ناچار به پوشاندن آن بود جان داد. زنان معترض در ایران و جهان گیسو بران راه انداختند، موهای خود را بریدند. گناه مهسا امینی روسریش بود. زنان ایران روسری‌های خود را به آتش کشیدند، گویی که شاخه‌ای در جنگل تاریک به سوی نور فریاد کشید، فریادی که هنوز در گلوی میلیون‌ها ایرانی از کردستان تا تهران و سراسر جهان می‌سوزد. آن روز جمعه بود و سالی که می‌گذشت 365 روز نبود جمعه‌ها را باید 2 روز حساب کرد. باران میبارید، چشمانداز از اندوه پیر میشد،
مژگان خانم پشت پنجره ایستاده بود، با چشمان مادیانی زخمی و پرواز هزار پرنده بیتاب در قلب پاره پارش. پشت سرش روی تخت پیکر بی جانی بود که بالای سرش نوشته بودند مهسا امینی، تولد 30 شهریور ماه 1379، مرگ 25 شهریور ماه 1401. من فهیمه خضر حیدری هستم و امروز 25 مهر ماه 1401، یک ماه از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی.